از جنایات رژیم آخوندی در حق مردم ایران نابودی صنایع و به دنبال آن بیکاری گسترده است. سپاه پاسداران با قاچاق بی‌رویه کالا تولید داخل و صنایع را نابود کرده است. خودشان میگویند 90% صنایع تعطیل شده است. چرا امروز باید 90% واحدهای صنعتی ما تعطیل بشن؟ من به شما قول میدم خیلی از اینا اگر تحریم هم نبود تعطیل بودن. با این اعتراف یعنی تنها 10% واحدهای صنعتی کار میکنند. نگاهی به همین 10% از صنایعی که فعال باقی ماندند. 80% صنایع متکی به رانت است و عملاً به معنای تولید واقعی نیست. این بنگاه‌ها کار تولیدی انجام نمی‌دهند. نهایت کارشان مونتاژ یا بسته‌بندی است. اما درصد بسیار بالای همین صنایع را هم رژیم بالا کشیده و چیزی برای مردم باقی نگذاشته است. بر اساس گزارش پژوهشکده مرکز آمار، از بین 122 صنعت فعال، 50% صنایع ایران در انحصار 1 یا 4 شرکت بزرگ است. از میان صنایع فعال در اقتصاد ایران، دست کم 54 صنعت حضور دارند که در آنها فقط 4 شرکت خاص بیش از 50% معادلات اقتصادی آن بازار را در اختیار دارند. همچنین در 65 صنعت میزان انحصار شرکت‌های بزرگ به بیش از 40% می‌رسد. در 15 صنعت نیز فقط 4 شرکت خاص بین 30 تا 40% معادلات تجاری آن بازار را در اختیار دارند. این شرکت‌های بزرگ که وحشیانه صنعت کشور را بلعیدند، تماماً متعلق به سپاه پاسداران و نهادهای اقتصادی بیت خامنه است. این به اصطلاح شرکت‌های بزرگ علاوه بر اینکه تمامی امتیازها را در اختیار خودشان دارند، قیمت‌گذاری و بازار هم در چنگال آنهاست. نتیجه این غارتگری، نابودی صنایع، بیکاری بی‌حد و حصر و آب رفتن سفره کارگران ایرانی است. رژیم آخوندی جز غارتگری و ماندن در قدرت به چیز دیگری نمی‌اندیشد. اما بذر آتش و طوفانی را کاشته است که بدون شک به صورت آتشفشان و سونامی بر سر و رویش خواهد ریخت.